سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه تاریخ تازه ها در برنامه این هفته تاریخ تازه ها به درس هایی پرداخته ایم که از تجربه فدرالیزم در عراق و سرنوشت اقلیم کردستان میتوان گرفت روز شنبه 25 مارس 5 فروردین 1402 دو دولت ترکیه عملیات انتقال نفت اقلیم کردستان به بندر جیهان و صدور آن را به بازارهای بین المللی متوقف کرد به گزارش رویترز دولت ترکیه به مقامهای کردستان عراق گفته است از این پس نمیتواند بدون اجازه دولت فدرال اراق نفت اقلیم کردستان و میدانهای شمال کرکوک را وارد خاک خود کند ترکیه این تصمیم را در پی رأی اتاق بازرگانی بین المللی گرفته است دولت فدرال عراق از سالها پیش صادرات نفت منطقه خودمختار اقلیم کردستان را غیرقانونی اعلام کرده بود و از سال 2014 حل این مشکل را به اتاق بازرگانی بین المللی محول کرده بود ترکیه با وارد کردن نفت اقلیم کردستان بدون اجازه دولت عراق موافقت نامه خود را با آن دولت زیر پا می گذاشت و اکنون با صدور رأی اتاق بازرگانی بین المللی باید یک میلیارد دلار به دولت فدرال عراق غرامت بپردازد این مبلغ مربوط به سالهای 2014 تا 2018 است برای تعیین غرامت سالهای 2018 به بعد پرونده دیگری در جریان است تا کنون از منطقه اقلیم کردستان و میدانهای نفتی شمال کرکوک روزانه 450 هزار بشک نفت از طریق خطلوله ی کرکوک جیهان به بندر جیهان در ترکیه و از آنجا به بازارهای جهان صادر می شد. قرار است به زودی یک هیئت عراقی به ترکیه برود تا درباره چند و چون صادرات نفت اقلیم کردستان و کرکوک از طریق خط لوله کرکوک جیهان مذاکره کند کمی بیش از یک سال پیش دادگاه عالی فدرال عراق بالاترین نهاد قضایی آن کشور با صدور حکمی از مقام های اقلیم خودمختار کردستان خواست نفت تولید شده در اقلیم را در اختیار دولت فدرال اراق قرار دهند و بگذارند دولت عراق قراردادهای نفتی کردستان را در زمینه صادرات و فروش نفت و گاز بررسی کند اما مقام های اقلیم کردستان اعتنایی به آن حکم نکردند بودجه اقلیم کردستان عراق تا کنون از درآمدهای نفتی آن تعمین می شد. دولت ترکیه با زیر پا گذاشتن تعهداتش در برابر دولت فدرال عراق سهمی از صادرات نفت اقلیم را از آن خود کرده بود و اکنون بر پایه حکم اتاق بازرگانی بین المللی محکوم به پرداخت غرامت سنگینی به دولت عراق است میتوان گفت که اتاق بازرگانی بین المللی با حکمی که در محکومیت دولت ترکیه صادر کرده اقتصاد اقلیم کردستان را دوباره به اقتصاد سراسری عراق وابسته کرده است کردستان عراق از سال 1991 پس از نخستین جنگ خلیج فارس به خودگردانی دست یافت و رفته رفته دارای نهادهای سیاسی و دیپلماتیک خاص خود شد این وضع پس از سقوط صدام حسین در سال ۳ تصویب شد و سپس در قانون اساسی سال 2006 رسمیت یافت با تشکیل دولت اقلیم کردستان عراق کردها برای نخستین بار پس از عهدنامه سفر دارای حکومت کردی شدند تشکیل قلمرو خودمختار کرد را فاتحان جنگ جهانی اول در سال 1920 با امضای آن عهدنامه به کردها وعده داده بودند. عهدنامه سور پس از دو ماه مذاکره میان سلطان محمد ششم و پسین امپراتور عثمانی و متفقین پیروز در جنگ جهانی اول در دهم اوت 1920 در شهر سفر واقع در دپارتمان اودسن شمال فرانسه امضا شد. بر پایه آن عهدنامه متفقین سرزمین های عرب زبان عثمانی را میان خود تقسیم کردند و قرار شد عراضی آناتولی را میان کشورهای همجوار و اقلیت‌های قومی تقسیم کنند اما ناسیونالیست های ترک به رهبری مصطفی کمال یکی از فرماندهان ارتش عثمانی که از جوان 1919 میلادی در آناتولی هم با دولت مرکزی و هم با نیروهای اشغالگر میجنگیدند، آن عهدنامه را باطل اعلام کردند آنان سرانجام پس از دو سال و اندی جنگ توانستند نیروهای اشغالگر را از آناتولی بیرون کنند در 12 اکتبر 1922 مصطفی کمال در مدنیا شهری در استان بورسا در شمال غربی ترکیه با یونان پیمان ترک جنگ بست و حاکمیت ترک ها را به ترکیه بازگرداند چون این بود که فاتحان جنگ جهانی اول ناگزیر شدند از عهدنامه صفر چشم بپوشند و پیمان دیگری با ترک ها ببندند برای این منظور در 20 نوامبر 1922 کنفرانس تازه صلح در لوزان آغاز شد با امضای عهدنامه لوزان در 24 ژوئیه 1923 ترک ها حاکمیتشان را بر سراسر آناتولی باز یافتند مرز میان ترکیه و عراق تعیین شد و مسئله تشکیل منطقه خودمختار کرد در جنوب شرقی آناتولی که فاتحان جنگ در عهدنامه سرو به کردها وعده داده بودند به فراموشی سپرده شد تشکیل حکومت اقلیم کردستان اراق رویداد تاریخی بزرگی بود اما این حکومت از همان آغاز با بحرانهای سیاسی ناگشودنی روبرو شد که سرچشمه اصلی آنها ساختار جامعه شناختی اقلیم کردستان بود ظاهر امر این است که این حکومت موفقترین حکومت کرد در صد سال اخیر است اما چنانکه که عبدالستار مجید نماینده پارلمان اقلیم کردستان عراق میگوید این اقلیم یک حکومت و یک دولت ندارد امور اداری و امنیتی آن به دو بخش تقسیم شده است بخشی که در برگیرنده مناطق زیر کنترل حزب دموکرات کردستان است در عمل در دست خانواده بارزانی است این بخش استانهای اربیل مرکز اقلیم و دهوک را در بر میگیرد بخش دیگر که در برگیرنده استانهای سلیمانیه و حلبچه است زیر حاکمیت اتحادیه میهنی کردستان قرار دارد به گفته این سیاستمدار در سی سال گذشته این دو حزب نتوانستند برای یک حکمرانی هماهنگ بر اقلیم کردستان به نوعی سازش برسند در نتیجه پارلمان نیز نتوانست در جهت رفاه مردم قانون گذاری کند گاه مانند مغازهی در آن را به سود دو باز می و گاه در آن را بر اثر اختلاف میان آنها می بستن. رهبران اتحادیه میهنی مدعیند که حزب دموکرات کردستان به منظور افزایش قدرت و نفوذ خود از رساندن خدمات به استانهای زیر کنترل آنان جلوگیری می کند از سوی دیگر حزب دموکرات کردستان نیز اتحادیه میهنی را به سوء مدیریت و فساد متهم می کند انحصار طلبی خانوادگی کشاکش های حزبی و آزمندی مسئولان سیاسی و اداری سبب شده است که از منابع و ثروتهای زیرزمینی آن اقلیم چیز دندانگیری نصیب مردم نشود اکنون با رأی اتاق بین المللی بازرگانی و وابسته شدن اقتصاد اقلیم به اقتصاد سراسری اراق معلوم نیست چه آینده‌ای در انتظار حکومت اقلیم کردستان عراق است سرنوشت این حکومت درسهای گرانبههایی برای های ایرانی میتواند داشته باشد